سلام بر پیشوای آزادی خواهان سلام بر حسینی که خون قلبش را بخشید تا بندگان خدا را از جهل رهایی بخشد ارز سلام و ادب و احترام دارم خدمت بیننده های محترم هشتک سوژه الله که ازاداری های شما حسینیان و محبین حضرت زهرا سلام الله علیها در دهه فاطمیه مورد قبول حق تعالی واقع شده باشه و موجب تسلای قلب داغدار حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف بوده باشه با 500 و دومین قسمت از پخش زنده هشتک سوژه در خدمت شما گرامیان هستم از جوار حرم متحر حضرت عبا عبدالله الحسین علیه السلام و برادر با وفاشون قمر منیر بنی هاشم حضرت عبا فضل العباس علیه السلام صدا و تصویر ما رو از استدیو بین الحرمین شبکه امام حسین علیه السلام دریافت میکنید کنید و نایب و زیارتون هستیم الله که به زودی شما بیننده های محترم از هر کجای این کره خاکی که هستید ان الله مشرف بشید و از نزدیک در کربلا زائر امام حسین علیه السلام باشید اما در برنامه امشب راجع به موضوع بسیار مهمی با شما بیننده های محترم گفتگو میکنم و نظر شما رو میپرسم و نتیجه تحقیقات و مطالعاتتون رو میتونید تماس بگیرید و برای بیننده های هشتگ سوژه بیان کنید راجع به مسئله بسیار مهم وحدت 1400 ساله که حکومت های مختلف آمدند و رفتند و هر گونه که به صلاح مملکت و حکومتشون بوده وحدت رو تعریف کردن برای مردمشون امشب میخوایم با شما بیننده های محترم راجع به راهکار حضرت زهرا سلام الله علیها صحبت کنیم که راهکار حضرت زهرا برای وحدت و انسجام پیروان ادیان و مذاهب مختلف چیه و همزمان از راهکارهای قرآنی از شما میپرسیم که قرآن کریم در آیات مختلف چه راهکارهایی برای نجات از تفرقه ارائه کرده و در سوال دیگر از راه های نهادین ساختن و جهانی کردن وحدت اسلامی صحبت می کنیم با شما وحدتی که طبق این تعاریف طبق تعاریف قرآن کریم و اهل بیت اسمت و تهارت علیهم السلام بیان میشه نه وحدتی که هر حکومتی در چده قرن گذشته آمده و به مصالح و مسلحت خودش مصادره به مطلوب کرده و از وحدت تعریفی بیان کرده با ما همراه باشید بله بیننده های محترم از همکتون حدود 50 دقیقه فرصت دارید که با شماره برنامه هشتگ سوژه 2096470706135 تماس بگیرید از طریق تلفن و واتساپ و نظر خودتون رو راجع به سوژه مهم امشب بیان کنید. راجع به وحدت سخن بسیار گفته شده ولی ما امشب در این برنامه با سخنان بسیار کاری نداریم. با سخن حق کار داریم امشب میخوایم وحدت اسلامی رو ببینیم که تعریفش چی هست و قرآن و اهل بیت علیه السلام از این وحدت چه مطالبی بیان کردن چه وحدتی از بنده های خدا خواسته شده و در آیات قرآن و روایات اهل بیت علیه السلام بنده های خدا به چگونه وحدتی دستور داده شدن و امر شده بهشون که چنین وحدتی داشته باشید شما در تاریخ چارده قرن گذشته میتونید مطالعاتی داشته باشید و تعاریف حکومت های مختلف به صلاح دید نظام های خودشون و حکومت خودشون چه تعریفی از وحدت داشتند رو میتونید بررسی کنید نمیخوام این مطالب رو تکرار کنم و بحث های بسیار مختلف و گسترده ای که راجع به وحدت هست خودتون میتونید مطالعه کنید امشب فقط و فقط وحدت اسلامی رو از دیدگاه قرآن و اهل بیت علیه مسلم میخواییم بررسی کنیم و با هم در, زم... در این زمینه گفتگو کنیم مخصوصاً دیدگاه حضرت زهرا سلام الله علیها که راهکاری نظیر دارند حضرت زهرا سلام الله علیها برای نجات از تفرقه برای در ایمن بودن امت اسلامی از تشتت و تفرقه که ببینیم این راهکار چی هست و چرا هر جا که از وحدت سخن به میان آمده توسط حکومت های مختلف چرا به این راهکار بی نظیر حضرت زهرا سلام الله علیها حتی اشاره ای نمی کنند همین الان شما سرچ کنید اینترنت اگر در دسترستون هست همین الان سرچ کنید ببینید که راجع به وحدت اسلامی صدها سایت صدها مقاله، صدها همایش، صدها کنفرانس با میلیاردها دلار بودجه مردم تشکیل شده در طول سالهای اخیر در تمامی این مقاله ها، در تمامی این سایت ها ببینید آیا اشاره ای به این راهکار حضرت زهرا سلام الله علیها کردن راجع به رسیدن به وحدت یا نه واقعا دلیلش چیه؟ چرا حکومت های مختلف کتمان می کنند حقیقت رو؟ و نه تنها حکومت ها بلکه علمای اهل تسنن در طول چهارده قرن گذشته به چه دلیلی حقیقت رو کتمان می کنند؟ اول این رو خدمتون عرض کنم علمای اهل تسنن مورخین و محدثین بزرگ و معتبر و موثق نزد اهل تسنن راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها صدها روایت نقل کردند هم راجع به فضائل حضرت زهرا سلام الله علیها هم راجع به مناقب حضرت زهرا ویژگی های حضرت زهرا و مصائبی که حضرت زهرا متحمل شدند تعجب نکنید مورخین و محدثین اهل تسنن در چهارده قرن گذشته نقل کردند مشکل اینجاست که مفتی ها و مولوی ها و علمای اهل تسنن یا خوب دقت کنید یا این نقل مورخین و محدثین خودشون رو قبول ندارند که بیان نمی کنند برای پیروانشون و اونها رو با حقیقت آشنا نمی کنند یا قبول دارند ولی عمدن کتمان می کنند حقیقت رو که پیروانشون با حقیقت آشنا نشند چرا کتمان می کنند؟ به دلایل مختلف مسالهی دارند مسالهی به اونها میرسد با کتمان کردن حقیقت و دین خودشون رو چنین افرادی دین خودشون رو به دنیای دیگران می فروشند. خاطر مصالح دنیوی حقیقت رو کتمان می که آیات قرآن رو مطالعه بفرمایید راجع به کسانی که حقیقت رو کتمان می کنند خدای متعال چه عذابی برای اونها مهیا کرده است الله الرحمن الرحیم با عرض سلام به بینندگان محترم و مدری توامند و همه دستندرکاران شبچه مقدس آقا امام حسین و با عرض تسلیت شهادت بیبی بی دو عالم حضرت فاطمه زهرا به تمام مسلمین جهان علال خصوص شیعیان راستین معصومین سلام الله علیها به نظر بنده کتمان حقایق و پنهان واقعیت ها چه ظلم های بزرگی برای معصومین سلام الله علیها و شیعیانشان شده هیچ کمکی به وحدت نمی کند بلکه تفرقه را زیاد می کند باید حقایق بیان شود تا مخالفین ما را وادار به تفکر نباید و منکرین عمدی ولایت را رسوا کند خداوند متعال در قرآن کریم تنها راه وحدت را سنگی زدن به دامن حبل الله المتین که همان امیر المؤمنین هست جان عالم به فدای امیر المؤمنین با توصیه فرموده با عرض تشکر از همه بینندگان و شبکه مقدس آقای امام حسین بله تشکر میکنم از این بیننده محترم آقای محمد علی که از تبریز نظر خودشون رو به صورت وایس ارسال کردن پس یک مشکل برای کسانی است که کتمان حقیقت میکنند یک مشکل اینجاست کسانی که کتمان حقیقت میکنند آلمانی که حقیقت رو میدانند در تاریخ و روایات خانده اند و حقیقت رو آشنا هستند باهاش آگاه هستند از حقیقت ولی کتمان میکنن به نسل بعدی منتقل نمیکنن و برای پیروان خودشون اون رو مخفی نگه میدارند و بیان نمیکنن مسئله دوم کسانی هستند که حقیقت رو بیان میکنند در همین صدها سایت و مقاله ای که ارز کردم در بسیار از اونها حقیقت بیان شده ولی مشکلش کجاست نه این نیست که فقط حقیقت رو بیان کنند و خلاص شد دیگه نه مشکل اینجاست که حقیقت رو می نویسند آیات و روایات صحیح رو می نویسند ولی تفسیر به رأی می کنند و مصادره به مطلوب می کنند باز هم بخوانید آیات و روایاتی که در این زمینه هست کسانی که تفسیر به رأی می کنند روایت های زیادی در این زمینه هست که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله هم میفرمایند کسانی که از آیات قرآن مصادره مصادره به مطلوب بکنن تفسیر به رأی بکنن آیات قرآن رو خدای متعال اونها رو عذاب میکنه در آیات قرآن هم خدای متعال فرموده کسانی که به دست خودشان چیزی می نویسند و به مردم بیان میکنند که این از قول خداست و آیات الهی هست پس دومین مشکل بعد از کتمان حقیقت اینه که تفسیر به رأی می کنند بعضی از آلمان یعنی حکومت ها سایت هایی رو تشکیل میدن برای وحدت اسلامی حقیقت رو هم در اون سایت ها با مقاله هایی که در اون سایت ها هست بیان می کنند ولی تفسیر به رأی می کنند مثلا آیاتی که در این زمینه هست ده ها آیه راجع به مسئله وحدت وجود داره ولی میبینیم که در بیشتر کتاب ها یا سایت هایی که در سال های اخیر تأسیس شده یا نوشته شده وقتی که آیات قرآن رو می نویسند پس از اون بلا فاصله اسامی رو میارند که تفسیر به میشه و مصادره به مطلوب میشه چیزی غیر از آن که خدای متعال در اون آیه بیان فرموده برای مردم بیان میشه و تفسیر میشه و ترجمه میشه خدای متعال در آیه 103 سوره مبارکه آل عمران میفرماید بعتصمو به حبل الله جمیعا ولا تفرقو خب حبل الله که خدای متعال در این آیه میفرماید که همه مردم باید امر باید چنگ بزنید به ریسمان الهی برای در امان ماندن از تفرقه و تشتت ببینید که این بیچاره ها در این کتاب ها و در این سایت ها چگونه تفسیر کردند حبل الله رو در برخی از اونها حتی نام حکومت های خودشون رو آوردند که امروزه تمسک به این حکومت و امروزه تبلیغ از این حکومت و حمایت از این حکومت مصداق و تصمیم به حبل الله متاسفانه تفسیر به رعیها باعث این میشه که مردم از دین خدا فاصله بگیرند مردم از حقیقت فاصله بگیرند و خدا لعنت کند کسانی که آلمانه و آگاهانه دست به چنین اقدامی زده اند آلمانه و آگاهانه آیات الهی را تفسیر به رعی و مصادره به مطلوب می کنند حبل الله رو وقتی بریم در خانه اهل بیت اسمت و تهارت علیه مسلم که تنها مفسرین آیات قرآن کریم هستند میبینیم که اهل بیت علیه مسلم میفرمایند حبل الله ما اهل بیت هستیم حبل الله ولایت امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب علیه السلام است و لعنت خدا بر اون عالمانی که آگاهانه حقیقت رو کتمان می کنند به پیروان خودشون بیان نمی کنند که منظور از این حبل الله چه کسی است و چه چیزی است لعنت خدا بر اون کسانی که حبل الله رو حکومت های امروزی مثال می زنند و تفسیر می کنند مشکل اینجاست تفسیر به ها و مشکل جهل عامه مردمه عدم مطالعه عدم آشنایی با حقیقت و اینکه مردم مبانی و اصول رو باید ازش آگاه باشند اگر مبانی و اصول رو ازش آگاه بودند جایی که میخوانند فلان حکومت حمایت ازش مصداق و اتسمو به حبل الله جمعی است اینجا مبانی رو اگر مردم باهاش آشنا باشن به, وضوح و خیلی ساده متوجه می شدن که لا یقاس به آل محمد احد تا روز قیامت هیچ کسی و هیچ چیزی با آل پیامبر خدا با اهل بیت اسمت و تهارت علیه مسلم قابل قیاس نیست که روایات اهل بیت میفرمایند و اتسمو به حبل الله ولایت امیر المومنین علی علیه السلام هست و ولایت و محبت اهل بیت اسمت و تهارت علیه السلام هست اینجا میشه که مردم دینگوریز میشند اینجا میشه که جوانان دین زده میشند وقتی میبینن که همه سخنرانی ها همه کتاب ها همه نمیدونم همه و همه دارن به نفع اهداف سیاسی خودشون تفسیر و تعویل میکنن آیات قرآن و روایات اهل بیت رو این بزرگترین خیانت به اهل بیت اسمت و تهارت علیه السلام هست در چهارده قرن گذشته این اتفاق افتاده زیاد دیدیم در چهارده قرن گذشته یکی رو کردن حسین زمان یکی رو کردن علی زمان یکی رو کردن زینب زمان یک اینا باعث دین زدگی جوانان میشه اینا باعث این میشه که پایه های اعتقادی مردم سست بشه و اعتصمو به حبل الله جمیعا ولا تفرقو وحدت 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 دم زدن از وحدت چیه چرا تفسیر به میشه چه منافعی برای این امامه به سرها و آخوندکها ها و نمیدونم این شیوخ مقدس نما چه منافعی براشون دارد که تفسیر به میکنن حقیقت رو کتمان میکنند و عرض کردم چیز جدیدی نیست چهارده قرنه که این اتفاق می افتد و همه ما وظیفه داریم که افشاگری کنیم و در این زمینه روشنگری کنیم دین مردم حفظ بشه کسانی که به خاطر مصالح سیاسی خودشون با دین مردم بازی می کنند اینها رو باید برملا کرد و برای مردم واضح کرد حقیقت چیست هدف ما آگاه کردن عموم مردم هست با حقیقت با روایات اهل بیت علیه مسلم با تفسیر و تعویل صحیح آیات قرآن نه تفسیر و تعویل به نفع حکومت ها خب اولین تماس ما از کشور ایران هست از تهران آقای کامران با ما هستن سلام میکنم به شما الو سلام علیکم آقا کامران سلام علیکم استاد بهنام خسته نباشید متشکرم سلامت باشید بفرمایید نظرتون رو, رو میشنویم خسته نباشید السلام علیکم آبا عبدالله خود این سلوان الله علیکم و السلام علیکم یا حضرت عبدالفضل عباس صلوات الله علیه استاد بنام شب گرامیتون بخیر متشکرم وقت شما هم بخیر باشه در های دل... خوبی داشته باشید استاد بنام یه نظر دارم ما حق نداریم که خب بیای به خدای نکرده به ادیان دیگری توهین کن از سانسون بله می توانیم به سرگاه شما پیاری جیب با دلیل و منطق با بحث علمی کنیم از سانسون از دو به دشمن های ما دشنام و با دلیل و منطق یک برای بیا ما نیم داریم خدای نکرده در چیزی. عل تزندانمبرادن ما اونا کتابش رو قرآ مام کتابمون قرآ. ولی ما باید با دلیل و منطق بیاییم بحث علمی کنیم این کاری که ما میکنیم خدای نکرده نه نه چیزی ما فقط بخوای با منطق بله همین روشی که در برنامه هشتگ سوژه بیرنده های محترم شاهدش هستند که با منطق و سند و مدرک صحبت میشه با همه بیننده ها حالا بفرمایید نظرتون رو راجع به سوژه امشب آقای کامران از راهکار حضرت زهرا سلام الله علیها برای حفظ وحدت چه اطلاعاتی دارید حضرت زهرا چه مطالبی بیان فرمودن آزم زهرا از تو تو خیلی جا خیلی از خانواده های مهاجرین و انصار که اومدن حق به حضرت زهرا گفتن پیام حضرت زهرا فقط این بود که راه امامت و ولایت علی ابن ابی رو ادامه بدیم و گوش به فرمان اهل بیت اسمت به شهادت باشید از فضلت زهر این بود که ما از نجات گمراهی از گمراهی نجات به ما رو به راه لاست بکشنه اگر اهل بی نبود به یقین ما شیعان گمراه بودیم پس ما به تمام اینا باید گوش به فرمان حضرت دهرا باشیم و گوش به فرمان اهل اعتی الله و اعتی الرسول و اولون ام... و من این فرمان الله تو قرآنه این نظر بند است حالا از سالی داری ما در خدمت تشکر میکنم آقای کامران از اینکه تماس گرفتید و نظرتون رو بیان کردید خدا نگهدار شما یا علی مدد آیه 103 سوره مبارکه آل امران رو به طور مثال عرض کردم براتون و تفسیر برعی های متفاوت و مختلفی که در دوره های مختلف 14 قرن گذشته حکومت ها به نفع مساله سیاسی خودشون برای مردم بیان کردن دیگر آیات رو بنا ندارم که ارز کنم که در سایت ها چه مطالبی نوشتند و چگونه تفسیر برعی کردند من آیات رو خدمتون عرض می کنم و خدمتون عرض کنم که برای دستیابی به تفسیر صحیح و دور از شاعبه های تفسیر برعی هایی که حکومت های مختلف می کنند به تفاسیر موسوق نزد مذهب حقه شیعه باید مراجعه کرد آیه دیگر خدای متعال در آیه دهم سوره مبارکه حجرات میفرماید انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم باز یکی دیگر از آیاتی که در زمینه وحدت هست و متاسفانه خودتون مطالعه کنید من دیگه بازگو نمی کنم کلام اشتباه تفسیر به هایی که در مورد آیه مبارکه دهم ده سوره حجرات شده اما در همین حد عرض کنم خدمتون که این آیه میفرماید همانا مؤمنان با یک دیگر برادرند خوب دقت کنید نفرمود مسلمانان با یک دیگر برادرند و معنای مؤمن بسیار واضح هست هم از آیات قرآن و هم از روایات اهل بیت علیه السلام کسی که به ولایت امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب علیه السلام اعتقاد داشته باشد ها نقص فنی هست خب من اصفایی میکنم از بیننده های محترم به خاطر قطع وصل شدن های مکرر کارگردان بله اشاره میکنن که چند ثانیه ای از خدمتون مرخص میشیم و برمیگرد خب بیننده های محترم متشکرم از اینکه با ما همراه هستید و انشاءالله که این مشکل قطع و وصلی دیگه پیش نیاد آیه دهم سوره مبارکه حجرات رو خدمتون عرض می کردم در این آیه خدای متعال بیان می کنه که مؤمنان با یکدیگر برادرند حالا آیات قبل و بعد همین سوره رو مطالعه بفرمایید تفسیرهاش هم ببینید و قالت الاعراب و آمنا که در همین سوره هست کسانی که آمدند و عرضه داشتند یا رسول الله الحمدلله ما ایمان آورده ایم ما هم جزء مؤمنین شدیم و خدای متعال فرمود که ای رسول ما به این افراد بگو شما اسلام آورده اید ایمان با اسلام تفاوت داره مؤمن کسی است که به ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام تصریح کنه اعتقاد داشته باشه و باور داشته باشه که امیرالمؤمنین حیدر کرار علی ابن ابی طالب وسیع بلافصل و جانشین بلافصل پیامبر خاتم المرسلین هست درجه ایمان مشخص واضح هست و اسلام هم مشخص یعنی چی؟ این آیه بیان میکنه که مؤمنان با یکدیگر برادرند زرافت داره ان الله که مراجعه میکنید و شعن نزول هاش رو و تفاسیرش رو هم ان الله مطالعه میکنید و اصل هو بین کم میان برادران خود صلح ایجاد کنید کدوم برادران برادرانی که اعتقاد به وسایت و ولایت امیر علی علیه السلام دارند نه اینکه اعتقاد دارن امیر المؤمنین وسیع چهارم پیامبر اسلام است وسیع بلافصل کسانی که حقیقت رو کتمان نکردند کسانی که آگاه هستند حقیقت رو مطالعه کردند حقایق تاریخی که همه ثبت شده مطالعه کردن و میدانند که پیامبر خدا در حجت البلاغ که به اشتباه حالا یا آگاهانه حجت الوداع گفته میشه که صد درصد اشتباه هست از نظر آیات قرآن و روایات آخرین حج پیامبر خدا بود ولی پیامبر خدا حج نرفتن با اون تفاصیل ده ها هزار نفر رو وسط بیابان معطل کنند برای اینکه وداع کنند با مسلمان ها حجت الوداع بود نه آیه قرآن میفرماد بل حجت البلاغ بود حج آخرین حج رو پیامبر خدا رفتند برای اینکه ابلاغ ولایت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب بکنند نه برای اینکه با مردم با مسلمان ها وداع کنن خداحافظی کنن این آخرین حج منه دیگه سال بعد من در بین شما نیستم این ظرافت ها رو دقت کنید بیننده های محترم حجت الوداع اشتباهه حجت البلاغ کسانی که این حقایق تاریخی رو خوانده اند مطالعه کرده اند که پیامبر خدا در حجت البلاغ امیر علی علیه السلام رو به عنوان وسیع و جانشین خودش معرفی کرد و چنین کسانی که اعتقاد داشته باشند به ولایت و وسایت و خلافت بلا فصل امیر علی علیه السلام این افراد مؤمن هستند و خدای متعال در آیه ده سوره مبارکه حجرات می "ان اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ همانا مؤمنین با یک دیگر برادرند حواستون باشه که باشه کسانی برادرید آیه های بسیاری هست راجع به مسئله وحدت آیه 64 سوره مبارکه آل امران از جمله آیه هایی است که معمولا در کتاب ها و مقاله ها و سایت هایی که راجع به وحدت صحبت میشه آیه 64 سوره مبارکه آل امران رو هم میارن با توجه به این مطلب که این آیه راجع به اهل کتاب است حالا این هم زرافتی درش وجود داره که چرا این کسانی که از وحدت اسلامی صحبت میکنن به این آیه هم تمسک میجویند که البته خالی از اشکال نیست ولی صحیحه که خدای متعال در این آیه میفرماید قل یا اهل الكتاب تعالوا الى کلمت سوا پیامبر ما به اهل کتاب بگو ببینید گاهی صحبت از وحدت بین شیعه و دیگر فرق اسلامی هست مثلا صحبت میشه از وحدت بین شیعه و اهل تسنن اما اینجا خدای متعال خطاب میکنه پیامبرش رو که به اهل کتاب بگو بیایید اهل کتاب مسیحی ها یهودی ها بیایید با هم بشینیم به صورت مسالمتآمیز آمیز منطقی و علمی صحبت کنیم مشترکات خودمون رو ببینیم و اتفاق کنیم بر سر اون مشترکاتی که داریم آیه 64 سوره مبارکه آل امران حتما مراجعه بفرمایید آیه 213 سوره مبارکه بقره آیه 71 سوره مبارکه توبه آیه 208 سوره مبارکه بقره آیه 17 سوره مبارکه جاثیه آیه 159 سوره مبارکه انعام آیه 79 سوره مبارکه بقره آیات بسیاری در زمینه وحدت هست اما مشکل اینجاست که وقتی که مردم مراجعه می کنند به فلان سایت و فلان کتابی که در زمینه وحدت نوشته شده تمامی این آیات تفسیر به رعی شده لذا عرض کردم در ابتدای برنامه که به تفاسیر معتبر نزد شیعه مراجعه بکنید ملاک شما سرچ های اینترنتی و گوگلی نباشه ملاکتون روایت های اهل بیت علیه مسلم در زیل, در زیل این آیات و در توضیح این آیات باشه که در تفاصیل معتبر شیعه بیان شده و در تمامی این آیات وقتی که دقت کنید آیاتی که راجع به مسئله وحدت هست مؤمنین و مؤمنات مورد خطاب قرار گرفتند نه مسلمین یعنی چیزی که متاسفانه حکومت اسلامی فراموش کردن از اون احکام و قوانین فراموش شده اسلامی هست که صدها حکم و صدها قانون اسلامی هست که در کشورهای اسلامی هیچ رنگ و بوی ازش نیست اولین چیزی که خدای متعال میخواد اتحاد و برادری و انسجام و وحدت بین شیعیان و موالیان اهل بیت علیهم السلامه متاسفانه برخی از حکومت ها کشورهای اسلامی حکومت های اسلامی این مسئله رو رها کردند میخوان برن با دیگران ایجاد وحدت کنن خب سلمنا حالا با دیگران هم بخوان وحدتی داشته باشند عرض ما این هست وحدتی که آیات قرآن از ما خواسته وحدتی که اهل بیت از ما خواستن وحدتی که تعریف حضرت زهرا سلام الله علیها در مورد وحدت هست نه وحدتی که حکومت ها طبق صلاحدید مساله سیاسی خودشون معرفی می کنند آقای سعید از تهران با ما هستند سلام کنم به شما <السلام> وقتتون بخیر آقا سعید

حضرت زهرا سلام الله علیها چه راهکاری دادند برای در امان ماندن از تفرقه؟ یعنی بله. من حالا اون چیزی که از خودم میدونم اینه که حضرت زهرا واقعا از دین مایه بذل و حضرت نصفه تمام کسایی که اون موقع بود میگن کادم با ایشون. ولی الان دیگه زندگی خوب خیلی مشکل شده ما نمیتونیم یعنی واقعا نمیتونیم زهره این زعبانی مثل حضرت زهره زندگی کنیم واقعا باید در صدامان ارمه که چه بتونن برامون به قناعه رو بتونن ما رو برسونن به اون حدی که اون زمان زندگی ها چون زیر اونی که مثلا زیرشون درست بوده واقعا مثل دین رو رعایت میکرده حالا هیچی از دین الان ما نزد شکر ما بتونیم اون رعایت کنیم هر کس اولی بگیریم از 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 چون کاره که اون زمان میکردن ما الان باید همون کارو رو انجام بدیم از دین فاصله نگیریم با همون دین ادامه بدیم اگر دین فاصله بگیریم از تمام امام ها اعمه دور شدیم باید کس همون اعمه کاره که انجام دادن ما همون کارو رو انجام بدیم این چیزی که من از داره منه دقیقا بعد همون اردومون همون ائمه باشه ان شاء الله آقای سعید تعریف شما از وحدت چی هست در مطالعات و تحقیق خودتون به چه نتیجه رسیدید راجع به وحدت وحدت هم از دقیقا حالا من یه ذره دقیقا این کسا می شوا بگم خدمت نخواهده بازم از من درم شما آقا پیدو شهده کنم خیلی کم میخواستم که با آقا شهده دعا داشته باشید دعاگو و نایبو زیارتون هستیم پیشنهاد میکنم که ادامه برنامه اولا. رو ببینید و بیشتر با مباحث این زمینه آشنا بشید تشکر میکنم از تماستون آقای سعید از تهران با ما بودند انشاءالله که تمامی شما محبین سعید و شهده علیه السلام به زودی مشرف بشید کربلا و از نزدیک زائر امام حسین علیه السلام باشید آیه 208 سوره مبارکه بقره یا یا الذین آمنو عرض کردم در اکثر این آیاتی که راجع به وحدت و تفرقه و راه های در امان ماندن از تفرقه صحبت میشه خطاب مؤمنین هستند موالیان امیر المؤمنین حیدر کرار شیعان علی ابن ابی طالب باید با هم اتحاد داشته باشند در وهله اول یا ایها الذین آمنوا ادخلوا في السلم کافه ولا تتبعوا خطوات الشیطان خطوات شیطان ببینید چی هست تفاسیر رو ببینید شأن نزول رو ببینید وساوس شیطانی که در این آیه فرموده چه وسوسه هایی هست در راه اتحاد شیعیان امیرالمؤمنین ولا او خطوات شیطان آیا تفسیر برعی هایی که میشه خطوات شیطان نیست؟ آیا این تفسیر برعی ها از وحدت اسلامی باعث نشده که مردم خطوات شیطان رو تبعیت کنند و دین زده و دین گریز بشند؟ آیه 208 سوره مبارکه، بقره آیه 17 سوره مبارکه جاثیه و آتینا هم بینات من الامر فمختلفو الا من بعد ما جاءهم العلم و بغین بینهم این ربک یقضی بینهم یوم القیامت فی ما فیه یختلفون اینجا خدای متعال در 17 همین آیه از سوره مبارکه جاثیه با سه سه نقطه جاثیه میفرماید فمخ تلفو امت به اختلاف نمی افتند مگر چه موقع خوب دقت کنید حتما مراجعه کنید آیه 17 سوره مبارکه جاثیه رو ببینید چه موقع امت به اختلاف می افتند الا من بعد ما جاءهم العلم و بینهم مگر به اختلاف نمی افتند امت مگر آن زمانی که حقیقت به اونها برسه الا من بعد ما جا العلم حقیقت رو بدانند و مخفی کنند کتمان کنند با یکدیگر دشمنی و نزاع کنند ظلم کنند به یکدیگر به حقوق یکدیگر تعدی کنند همه عباراتی است که راجع به بقیان بینهم در تفاسیر بیان شده همون مطلبی که ابتدای برنامه عرض کردم کتمان حقیقت باعث تفرق افکنی می شود و سخن ما به علمای اهل تسنن به دانشمندان دانشگاه الازهر مصر جامعه الازهر و تمامی بزرگان اهل تسنن این هست که حقیقت رو کتمان نکنید برای یک بار هم که شده پس از 1400 سال پس از چهارده قرن برای یک بار هم که شده بیایید و به پیروان خودتون حقیقت رو بیان کنید حضرت زهرا سلام الله علیها چرا به شهادت رسید؟ دختر هجده ساله پیامبر خدا چه چی چیزی باعث شهادت اون حضرت شد؟ همان مطالبی که در کتب معتبر اهل تسنن هست رو ما از علمای الازهر و از بزرگان و مولوی ها و مفتی ها میخواهیم که همان مطالب کتب اهل تسنن رو برای مردمشون بیان کنن حرف زیادیه خواسته زیادیه میگیم چهارده قرن تفرقه افکنی کردید به واسطه یک کتمان حقیقت بس دیگه علاوه بر فتواهایی که به شیعه کشی صادر کردید شما علمای اهل تسنن و موجود هست در تاریخ و ثبت شده برای یک بار هم که شده پس از چهارده قرن علمای الازهر بیان و اعلام کنند کشتن شیعیان حرام است چرا این کار رو نمی کنند؟ چرا فتوا نمیدن علمای اهل تسنن به حرمت شیعه کشی؟ این مطالب رو ببینید مطالعه کنید تا متوجه بشید چه کسانی تفرق افکن هستند میان مسلمان ها تا متوجه بشید 1400 سال چه کسانی دارن تفرق افکنی میکنن با کتمان حقیقت و بالاتر از اون عرض کنم حتی کسانی که دایه داران وحدت اسلامی هستند وحدتی که به تعبیر خودشون نامش وحدته نه تعبیر صحیح قرآن و روایات حتی کسانی که دایه داران وحدت اسلامی هستند با تفسیر به ها و کتمان حقیقت ها باعث شیعه کشی میشن آیات مختلف قرآن رو راجع به وحدت مطالعه بفرمایید روایات متعدده اهل بیت اسمت و تهارت علیه السلام رو مطالعه بفرمایید در کتب شیعه و در کتب اهل تسنن موجود هست تمامی این روایات ببینید کجای قرآن و کجای روایات بیان شده که وحدت یعنی شیعیان بایستند پشت سر علمای اهل تسنن نماز بخونن و عکس سلفی یا یادگاری بگیرند و افتخار کنند که میلیاردها تومان یا میلیاردها دلار هزینه شد برای وحدت اسلامی و الحمدلله به وحدت اسلامی رسیدیم شیعه پشت سر اهل تسنن نماز خوند قرآن اینو از ما خواسته روایات اینو از ما خواسته پول مردم را هزینه کنید برای اینکه به اینجا برسید علمای اهل تسنن راضی بشن شما به ایستید پشت سرشون نماز بخونید عکس بگیرید ای کاش یک نفر از این قماش بود الان تماس میگرفت و دفاع میکرد دلیل می آورد اقلن با یک دلیلی قانع میکرد مردم رو ما که نیافتیم نه در قرآن نه در روایات نیافتیم چیزی که بفرمایند میلیارد ها میلیارد هزینه کنید برای اینکه به اینجا برسید که اهل تسنن راضی بشن شما پشت سرشون نماز بخونید و عکس بگیرید این معنای وحدته تا کی مردم رو میخوان فریب بدن تا کی با دین مردم میخوان بازی کنند به خاطر مصالح سیاسی خودشون یگان دخت پیامبر خدا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها 1400 سال قبل در خطبه فدکی فرمود و امامتنا امانا للفرقه خدای متعال امامت ما اهل بیت رو باعث در امان ماندن از تفرق افکنی و تشتت قرار داده است چرا میلیاردها میلیارد هزینه میشه برای کنفرانس ها و همایش ها و کتاب ها و سفرهای مختلف به اسم وحدت اسلامی ولی در هیچ کدام از این مجالس و محافل نامی از این راهکار حضرت زهرا سلام الله علیها تا به حال برده نشده راجع به نجات از تفرقه افکنی چرا حقیقت کتمان میشه آقای سید علی تماس گرفتن سلام کنم به شما سلام علیکم و رحمت الله سلام بس علیکم, بس وقتتون بخیر آقای سید علی بفرمایید که شما بخیر. بفرما. قرآن کریم چه راههایی رو به نظر شما پیشنهاد کرده نتیجه مطالعاتتون چی هست برای نجات از تفرقه و اینکه حضرت زهرا سلام الله علیها چه راهکاری دادند برای در امان ماندن از تفرقه افکنی بسم الله الرحمن الرحیم همینطور که شما اطلاع دارید قرآن کریم رسول الله صلی الله علیه و آله در جاهای مختلف در زمان تبلیغ اسلام آیاتی زیادی برای مسلمان ها و غیر مسلمان ها خواندن و ابلاغ کردن که مسئله مهم وحدت و همکاری و همزیستی بین مردم اون زمان و هر زمان مثلا بین اهل کتاب و مسلمان ها و بین مسلمان ها اتحاد باشه آیاتی زیاد برای این موضوع پیرامون این موضوع وحدت پیاده شده از طرف خداوند متعال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند تماسشون قطع شد خب متاسفانه تماسشون قطع شد ما پیشنهادمون به علمای اهل تسنن و بزرگانشون این هست که حقیقت رو برای مردم بیان کنند و با کتمان حقیقت باعث تفرقه افکنی بیش از این نشند باعث ریخته شدن خون شیعیان بیش از این نشن 1400 ساله که شیعه کشی به راه افتاده 1400 ساله به دلیل کتمان حقیقت توسط علمای اهل تسنن به دلیل اینکه علمای اهل تسنن حقیقت رو برای مردم بیان نمی کنن. حقیقتی که در کتابهای خودشون هست که در برنامه های مختلف عرض کردم بگید برای پیروان اهل تسنن که تاریخ تبری راجع به حملات عمر به خانه حضرت زهرا چه گفته بگید که اقدل فرید بگین که معجم کبیر تبرانی الوافی بلوفیات شرح نهج بل البلاغه ابن عبدالحدید دیگران دهها ها مصدری که در این برنامه ها همش رو برای بیننده ها بیان کردیم بگید براشون که اینها بیان کردن حقیقت رو ولی علمای اهل تسنن اجازه نمیدن که مردم و پیروانشون با حقیقت آشنا بشن تمامی این کتب بیان کرده به جزئیات که عمر چه کرد پشت در خانه با حضرت زهرا سلام الله علیها ابوبکر چه کرد دیگرانی که بودند و اهل بیت اسمت و تارت علیهم السلام در طول تاریخ به سراحت بیان کردند امام صادق علیه السلام به سراحت بیان میکنه جریان شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو امام حسن مشتبه علیه السلام در مقابل معاویه ملعون دارن سخنرانی میکنند و مخاطب قرار میدند قاتلین حضرت زهرا سلام الله علیها رو وقتم تمام تشکر میکنم از همراهی همه شما بیننده های محترم تا دیدار بعدی خدا نگهدار شما یا علی